آها، بیکاری میخوای برنامه بسازی، فنیت هم خیلی خوبه، فنی مهم نیست، او باید چی کار کنی؟ باید توبه کنی. توبه واسه چی؟ واسه همه خطاهای گذشتت و مخصوصا اتفاقات پارس و اعتراضات. چقدر باید توبه کنی؟ اونم بستگی داره به چی؟ به خطاهای گذشتت و این برنامه که میخوای بسازی. چی میخواد؟ سریال چند قسمت؟ 90 قسمت. اوه، دهن سرویس میشه. توبه، تو چی میخوای بسازی؟ آه، یه سریال 15 قسمتی. تو نیازی به توبه زیادی نداری. بله، ما میزان توبهمون به طول برنامه هاتونه، هرچی طولانی تر توبه هاتون هم بیشتر. تو چی میخوای بسازی؟ آه، نه، تو نیازی به توبه نداری. تو صاحب فلاحت پیش نماینده پیشین مجلس گفته تو کشور ما تو این چندین سال 57 میلیارد دلار اختلاس شده، اندازه مبلغی که کره جنوبی چندین سال پیش وام گرفت، تازه وام گرفت و کشور و اقتصادش رو احیا کرد. فلاحت پیشه اولین اشتباهات ای بود که ما رو با اونا مقایسه کردیم. شاید اونا اقتصاد و چیز پویایی داشته باشند، ولی مهمترین چیز رو ندارن. چی؟ عزت. و شاید ما اقتصاد و چیز پویایی نداشته باشیم، ولی مهمترین چیزو داریم. چی؟ عزت دیگه. و من فکر میگم 57 میلیارد دلار بیشتر این همه اختلاس، این همه اختلاس 57 میلیارد. انشالله همت کنن یه 43 میلیارد دلار دیگه اختلاس کنن، بشه 100 میلیارد دلار روند بشه. و میدونم میتونی، این چیزو تو میبینم که صدش میکنید به این زودی. یه مسئولی گفت بایدن فاقد عقل و شعور است. حالا شعورش رو من شک دارم داشته باشه یا نه، ولی عقلش رو مطمئنم نداره وزیر بایدن. از کجا فهمیدم؟ چون خدا هرچی عقل بود دایور کرد تو مغز مسئولین ما دیگه. آره دیگه، اگه عقل نداشتن که وضعیت ما این نمیشد. همشو کمپلت کرد تو کله مسئولین ما، و خدا رو شکر مسئولین ما فاقد عقلن و شعور حتی. بله، اونا ندارن. دید وضعیتشو؟ اصلا این وضعیت ما نشانگر اینه که مسئولین ما هم فاقد شعورن و عقل حتی. معلومه دیگه چی میگه سر نشون میده وضعیت. گفتن دشمن با تکفرزند کردن خانواده ها میخواست به کشور ضربه بزنه. به خدا این دیگه ربطی به دشمن نداره. شما میگید تک فرزند، من میگم هیچ فرزند. آخه باید ننه فرزندی باشه که زیر یه سقف باش زندگی کنی که یه فرزندی درست کنی. وقتی ننهش نی چی کار کنی؟ اونی هم که ننه او فرزند داره به خاطر این شرایط اقتصادی جرأت نمیکنه او فرزند درست کنه حتی. آره، ربطی به دشمن نداره، مستقیم به جیبه، شرایط اقتصادی حتی. میگن 7 میلیون سالمند تو کشور هست و تا 20 سال آینده به ازای هر 5 نفر یه سالمند هست. این دیگه اغراقه. و فکر نکنم جمعیت کثیری از ما با این شرایط این سالمندی رو ببینه. و قبل از سالمندی ما این رخت سفید رو میپوشیم و میریم پیش خالق یکتا و بهش میگیم انتظار نداره که ما رو محاکمه کنیم به جهنم. ما خودم درک کن کجا زندگی کردیم و به قدر گاوی. و خالق یکتا میگه میدونم، برید بهش. و اینایی هم که میبینید الان به سالمندی رسیدن، اون مال قدیم. آره میرسن، یه فکر نکنم برسیم. همین در عنفوان قبل سالمندی ما رفتیم و زدن جوان ناکام شاگر عوضی. میگن این ماشینای چینی که تو ایران یک یک خورده، تو خود چین 500-600 میلیونه. یعنی اینجا قشنگ بدون هیچ زحمتی یه دست به دست میکنن، دو سه برابر میکشن و قیمت قشنگ دارن مردم رو چپاول میکنن. یعنی خود چینی ها که این همه کارخونه زدن، این ماشین درست میکنن، سندلی های میچسبن در شاف، دست ترمز،
ایمال برفاکونا نهایتش 100 میلیون گیرشون بیاد، بعد اینجا بدون هیچ زحمتی دو سه برابر سود میکنند، دارن چپاول میکنن و مسئولین هم انگار واسه شون مهم نیست. نه انگار نه، واقعا مهم نی. اگه مهم بود دخول میکردن، گرچه هر جا هم دخول کردن به داستان هیچ چیزی عوض نشد، تازه بدتر هم شده. برخورد میکنیم با کی؟ با اونایی که کار کرد. کی میکنین برخورد؟ به زوده. نکرد. چیه یعنی اینه؟ آه گل موجه. بقیه گل میزنن، گل موجه شو من میگه این هم شانس منه. آه چجوری خوب میشه؟ آه باید زن حامله اینجوری بزن تو چشم. حالا زن حامله کجا پیدا کنم؟ اصلا توی شرایط اقتصادی کی حامله میشه که بیاد بزن تو چشم؟ چند ماه باشه؟ بین 3 تا 7 ماه. چقدر سخته اید روند درمانش. خوب بگید خوب نمیشم دیگه. والا 3 تا 7 ماه جنسیت بچه آه مهم نیست، خدا رو شکر یه تخفیفی واسه هم شد. یه زن حامله نیست که بزن اینجا من خوب بشم. او تو حامله ای، بیا بزن. بله ما داریم بررسی میکنیم که چقدر از مبلغ 3 میلیارد خورده دلار رو به چای دبش اختصاص دادن و امیدواریم که همشون اختصاص نداده باشن. و بله ما بخشی از تجهیزات و یه خورده چای خشکشون رو توقیف کردیم. تجهیزاتشون چی بود؟ یه چند تا فلاکس، یه 2-3 دست استکان نلبکی، یه کتری برقی، یه سماور، 2-3 کیلو قند شکر، 2 کیلو توت خشک، 1 کیلو خرما. و به مردم قول میدیم اینا رو زودتر به پول نقد تبدیل کنیم و به خزانه برگردونیم. آها او 3 میلیارد دلار چی میشه؟ حالا واسه شروع بد نیست، ای شروع میکنیم تا به او برسیم. میرسید؟ خدا کریمه، ما توکلمون به خداست و استارتمون رو زدیم. بفروش استکان نلبکی، جنسش خوبه، موف نفروشید که برگرده به خزانه. بله ما قیمت آجیل شب یلدا رو اعلام کردیم. قیمتش چیه؟ درجه دوش بین 200 خورده تا 300 خورده، ممتازش هم 400 خورده. آها تو آجیل فروشی ها دارن میدنید 800-900. یه مهم نیست، شما نخرید، بهشون بگید مسئولین گفتن 400 خورده. هر کی هم گران فروشی کرد نه نمیتون باش کاری کنید، مال خودش. آها پس شما باید چی کار کنید؟ بیرید جایی که 400 خورده میفروشه. آی جانی نمیتونم دیگه، برید یه چیزی بخواید که 400 خورده باشه. ما که گفتیم 400 خورده. اگه میخوای بیشتر پول بدید بدید، به ما مربوط نیست، ولی یادتون باشه که مسئولین قیمتشو 400 خورده اعلام کردم و شما رفتید گرون در خریدید. آها جایی نیست که بفروشه 400 خورده، مهم نیست، ولی